تو را سرد رود ای بلندای عشق، ز جان می پرستم. تو را دوست دارم، تو را می پرستم که لایق ترینی. تو را دوست دارم که چون بهترینی. تو را با همه کوچه پس کوچه هایت، تو را با همه مردم با صفایت، ز جان دوست دارم، تو را می پرستم. شهر سردرود که در زبان محلی سردری نامیده می شود، از نظر موقعیت جغرافیایی در استان آذربایجان شرقی و جنوب غربی تبریز واقع شده و نزدیکترین شهر به مرکز استان به شمار می رود. بر طبق آخرین سرشماری صورت گرفته، جمعیت این شهر بالغ بر 30,000 نفر بوده که از نظر رتبه بندی جمعیتی در بین شهرهای استان در مرتبه دهم قرار دارد. این شهر در دره شبیه جلگه آبرفتی قرار گرفته و از جاذبه های طبیعی بسیاری برخوردار است. سردرود را باید سرزمین چشمه ها، دیار زیبایی ها با کوچه باغ های بهشتی نامید. دیاری که زیبایی های باغات و شهرت محصولات باغی آن زبانزد عام و خاص و دوستداران طبیعت بوده و از باغ شهرهای آذربایجان شرقی به شمار می رود. در باغات سردرود علاوه بر دیگر محصولات باغی، افسون بر 30 نوع انگور، 15 نوع آلوچه به دست می آید که گوجه سبز بورایی سردرود به تنهایی به تمام گوجه سبزهای جهان فخر می فروشد و هلوی سفید آن یک کتاز میدان است. در باغات این شهر هیچ محصولی خود را مغبون از دیگران حس نمی کند و همه چیز بهشتی، همه جا جنتگونه بوده و این شهر تنه به گلزار بهش می زند و بر خود می بالد. پارک جنگلی و طبیعی مرخونی با چشم‌اندازی دلفریب و زیبا از دیگر جاذبه‌های طبیعی سردرود به شمار می‌رود. این پارک در جوار قلعه تاریخی سردرود یکی از بوستان‌های شناخته شده در سطح استان با امکانات رفاهی و گردشگری بوده و از منظر لغوی نیز به معنای چشمه مادر یا آنا چشمه می‌باشد. پارک مرخونی در فصول گردشگری میزبان علاقمندان طبیعت و سیاحت بوده و پذیرای هموطنان عزیز از اقصا نقاط کشور می باشد. قدمت و پیشینه سردرود به هزاره اول قبل از میلاد و به دوران پادشاهان اورارتو میرسد. نام این شهر نیز برگرفته شده از نام بانی آن، یعنی ساردور یا سردور دوم بوده و با تغییرات آوایی صورت گرفته امروزه به شکل کنونی سردری یا سردرود نامیده می شود. قدمت ساختار شهری سردرود به سال 1336 زمان تأسیس نهاد شهرداری آن برمی‌گردد. شهرداری سردرود دارای درجه 7 شهرداری در بین شهرداری‌های کشور بوده و شورای اسلامی آن نیز با داشتن 7 عضو اصلی همگام با سایر شوراهای اسلامی شهر و روستا چهارمین دوره فعالیت خود را تجربه می‌کند. این شهر با دارا بودن قالب نهادهای شهری، افتخار همجواری و همسایگی تبریز بزرگ را دارد. این زیبای 3000 ساله با داشتن آثار و ابنیه مختلف باستانی، تاریخ را به گواه گرفته، قدمت و پیشینه خود را در فهرست آثار ملی کشور
ثبت کرده است که قلعه سردرود مربوط به هزاره اول قبل از میلاد متعلق به دوره پادشاهان اورارتو تحت عناوین ساردور قلاسی، قلعه سلاسل، قلعه سلسائیل، نارین قلعه. مقبره و مزار محمد ابن یحیی معروف به سلطان پیر اوایل قرن 8 هجری قمری، پل قدیمی، چهنه چرپی پیش از میلاد، مزار قیس مشهور به امامزاده سردرود متعلق به قرن اول هجری، گرمابه ها، آسیاب های آبی، کاروانسراها و محلات قدیمی از آن جمله است. در بازار سنتی شهر که در قدیم به سبب رونق کسب و کار و وجود کاروانسراهای متعدد به بازارچه مصر، مصر بازارتاسی معروف بود، همچون گذشته رونق کسب از آهنگری و عطاری گرفته تا زرگری و تربار فروشی به چشم می خورد. گذشته از محصولات باقی سردرود، این شهر با گوشت قرمز و آبگوشت ذائقه نواز خود شهره آفاق بوده، میهمانان بیشماری را معطوف خود می کند. چادر شب معروف به آلاچرشاب نیز در گذشته های نچندان دور شناخته شده در بین اهل سیر و سیاحت بود. معروفترین سوغاتی و صنایع دستی کنونی سردرود، که از اعتبار جهانی برخوردار بوده، تابلو فرش آن است. سردرود را می توان مهمترین مرکز تولید تابلو فرش در آذربایجان و به تعبیری پایتخت تابلو فرش ایران نامید. وجود بیش از 100 هنرمند بزرگ، همان گونه 100 کارگاه و دار قالی، نشان از توانمندی هنرمندان این شهر در عرصه تولید تابلو فرش دارد. امروزه نام و آوازه فرش‌های هنری این شهر حصار مرزها را در نوردیده و جهانی گشته است. شاید کمتر کسی در عالم هنر تابلو بافی نام سردرود را نشنیده باشد. در این شهر علاوه بر بافت و تولید فرش‌های معمولی در ابعاد و اندازه‌های مختلف، قالی‌های حجمی، دورویه، دو فرش در یک فرش با رد شمار متفاوت نیز بافته می شود. اما شهرت فرش این شهر بیشتر مرهون تابلو فرش های بی نظیر هنری آن است. این آثار هنری تحت عنوان تابلو فرش سردرود در تاریخ 20 شهریور ماه سال 1391 با شماره 477 در فهرست معنوی آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. شهر سردرود را باید شهر عاشقان حسینی و دیار شیفتگان اهل بیت علیه السلام نیز نامید. وجود ده‌ها مسجد، حسینیه و نیز هیئت‌های حسینی این شهر را در عرصه دینداری در سطح استان زبان زد کرده است. این شهر در طول تاریخ همواره مهد دلدادگی خاندان عصمت و طهارت علیه السلام بوده و از همان صدر اسلام به قضاوت تاریخ پذیرای آیین محمدی صلی الله علیه و آله بوده است. شکوه و عظمت آیین‌های مذهبی سردرود را در اعیاد شبانیه و ماه محرم باید به تماشا نشست. موسیقی
این شهر کهن در طول تاریخ پر افتخار خود همواره زادگاه و خاستگاه بسیاری از بزرگان علم، ادب، هنر و مبارزه بوده است که از آن میان میتوان به علامه میرزا علی علی‌یاری، علامه شیخ حسن موالی، پرچمدار مشروطه حسین خان باغبان، استاد محمد شریف فائقی، استاد جعفر پاکدست، استاد ابراهیم فائقی و استاد کاظم فائقی اشاره کرد. تاریخ 100 سالی اخیر سردرود مملو از فداکاری ها و سرشار از خودگذشتگی ها و ایثار مردان و زنان این شهر است. مطالعه کتاب تاریخ انقلاب اسلامی گواه صلابت و بزرگ همتی شیر زنان و بزرگ مردان این شهر است که چگونه حماسه 17 دیماه سال 1357 را آفریده و شجاعت خود را به رخ تاریخ کشیدند. نبرد 8 ساله ملت ایران گواهی داد که جوانان سردرود ایمان و ایثار را در پوست و خون خود دارند و شیران بیشه نبردند. تقدیم 58 شهید در 8 سال دفاع مقدس و ده ها جانباز و ایثارگر و آزاده نمونه ای از فداکاری، از خودگذشتگی، ایمان، صلابت و ایثار تاریخی مردمان این شهر است. تاریخ غیرت این شهر 5 شهید گمنام را نیز در گنجینه افتخارات خود دارد. تو را ای خوب تر از خوب، تو را ای جلوه محبوب، به غایت دوست می دارم. تو ای زیبا بهشت من، تو را با قلعه ساردور، تو را با چشمه های بس زلالینت، به غایت دوست می دارم. تو را ای سردرود، ای مهد شیران همیشه شیر، تو را با باغبانت، آن که لنگر بود در لشکر، تو را با وی که او را شیر دل می خواندش تاریخ، به غایت دوست می دارم. تو را ای آن که در وصفت همه توصیف ها عاجز، تو را با مردمان نیک پندارت که نیکی را خریدارند، به غایت دوست می دارم. به غایت دوست می دارم.